نخست وزیر پاکستان از مهاجران افغان که به گونه غیر قانونی در این کشور زندگی می کنند می خواهد که پس از گرفتن ویزا دوباره به این کشور برگردند. اون افغانسکی جو غیر قانونی طور گفتنی من به آن شمار از افغان هایی که بیش از 40 یا 50 سال در پاکستان زندگی می کنند این است که به کشور خود برگردند و پاسپورت و ویزا بگیرند و دوباره به کشور برگردند تا کاری را که انجام می دهیم جنبه قانونی داشته باشد. این اقدام پاکستان در خصوص اخراج اجباری مهاجرین افغان خلاف کنوانسیون های بین المللی می باشد. از سوی دیگر شورای مهاجران افغان در پاکستان با انتقاد از اخراج اجباریشان از این کشور میگوید بزرگترین چالش مهاجران افغان دسترسی نداشتن به پاسپورت است. چالش های با وجود آمده که یک تعداد مردم بخصوص در سایه اسپین بولدک دوج افغان های ما قسم زندگی خود دارن که همیشه روزانه رفت آمد دارن او افراد اشخاص از گرفتن پاسپورت با میورزن و میگن که ما نمیتونیم پاسپورت بگیریم. ویزا هم طوری است که هر چقدر که ما به پیشنهاد ویزا میکیم به اپلای میکیم بار بار رد میشه ویزا هم به بایی سادگی و دقصد ما قرار نمیگیره. ویزا اینها تمام میشه ویزا اینها تمدید نمیشه. وقتی که ویزا یک ویزا را اپلای میکنن هر نفری 7000 8000 تا 10000 دلار برای اپلایش است. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این اخراج ها را اجباری خوانده و میگوید که از راه اسپین بولدک به تعداد 55000 خانواده به گونه اجباری در یک ماه پسین به کشور برگشت داده شده اند. متاسفانه کشورهای همسایه ما پاکستان و ایران خلاف اصول قوانین سازمان ملل متحد در امور مهاجرین و خلاف پالیسی مهاجرت و حسن تعامل همجواره مهاجرین افغان را که سالهای متمادی می شود در آن کشورها مهاجر گردیده اند اخراج اجباری می نمایند. این در حالی است که در 3 روز گذشته بیش از 6000 مهاجر افغان دوباره به افغانستان برگشتند.